هر وقت که شما رو میبینم یه حالا مسئله دارم که باید مطرحش کنم ببخشید امروز میخوایم بریم بیرون دخترم بارونی نپوشیده میخوام باهاش صحبت کنم ببخشید که شما اینجا هستین دخترم داریم میریم بیرون مامان بارونیت نه من بارونی رو دوست ندارم داره بارون میاد بارونی تو بپوش گفتم نه نمیخوام بپوشم گفتم عزیزم عصبانی میکنه بعضی وقتا عزیزم قربونت برو بارونی تو بپوش دیگه تکرار نکنم نه نمیخوام بپوشم اینو دوستش ندارم گفتم برو بپوش همیشه به من اصرار میکنی برنده شدم اما اون از من متنفر شد فکر کنم روشم بی خوده چون مامان بابا اینجوری رفتار کردن حالا الان من میخوام عوضش کنم دخترم مامان اون بارونی رو بپوش مامان داره بارون میاد قربونت سر نکن دوستش ندارم بپوش عزیزم ببین داره بارون میاد خیس میشی اشکال نداره بذار خیس بشم دوست ندارم بارونی رو بپوش باشه هر جور صلاحه اذیت نشه بخ روانشناسا میگن که بچه رو نباید زیاد بهش فشار بیارین تا هفت سال بعد آزاد باشه بعدش هم که بلد نیستم جمعش کنم اینم که جواب نمیده من بازنده شدم همیشه حسایی رو دارم که مخفی میکنم یعنی دیگه نادیدهش میگیرم به خاطر اینکه اصلا نمیدونم چجوری باید جلو برم اما توی خونه ام آدما چیکار میکنن برنده برنده من احساس برنده بودن دارم بچه‌م هم همینطور اما چطوری شنونده که هستم همدلی میکنم درک کردن و بلدم قضاوتش نمی کنم انتقاد نمی کنم اینا رو ندارم میشینیم با هم حل مسئله می ببینیم چطوری دخترم داره بیرون بارون میاد توصیف داره بیرون بارون میاد من تا پنج دقیقه دیگه از در دارم میرم بیرون اعلام میکنم من بارونیمو پوشیدم چیزی که من خودم انجام دادم و میگم که اون متوجه بشه من حاضرم مامی دارم میام بارون بارون میاد بیرون مامان باشه من اون بارون مودوس دوست ندارم که برام خریدی آ خب من نمیدونم الان چیکار کنیم خب ما هر دفعه اون رو میپوشم بچه‌ها مد... تو مدرسه مسخره میکنن دوستش ندارم بهش دستور ندادم ولی یه چیزی ازش فهمیدم چقدر چیز مهم میادم خیلی اذیت میشه که بخواد کسی مسخرش کنه همدلی خیلی آدم اذیت میشه که آدم که کسی بخواد آدم اذیت کنه منم بودم نمیخواستم بپوشم از اون طرف هم من نگرانم آخه اصلی میخوایم به این مهمونی این لباس ها اگه خراب بشه بعد من چیکار باید بکنم اشکال اون بارون مشکی قدیمی شما رو بپوشم اون بارون مشکیتون رو من راه حل ندادم ولی خودش داره راه حل میده اینم یه فکریه اینم یه فکریه ممکن من موافق باشم ممکن مخالف باشم ولی حرف میزنی. آره اینم میشه واقعا برای امروز میشه جواب میده مرسی مامی دوتایمون خوشحالیم خونه ام یعنی همین درک کنم همدلی کنم راه حل ندم مثلا راه حل ندم نگفتم برو چی کار بکن گفتم بیرون داره بارون میاد من پوشیدم آمادم ما از در میخوایم بریم بیرون انتظارات همو گفتم و اون خودش به راه حل رسید توی خونه ام کسی به کسی راه حل نمیده کسی کسی رو حل نمیده که باید یه کاری انجام بدی با هم تصمیم میگیریم حرف میزنیم یه راهی پیدا میکنیم که هم من خوشحال باشم هم اون طرف ولی کاری که ما میکنیم یه ذره متفاوته یکم ناامن میکنه بعضی وقتا بعضی ها. ما برای اینکه برنامه هم بهتر بشه دوست داریم که ببینیم که چه کارایی میشه کرد میتونیم از ایده هر کسی استفاده کنیم ما هم میخوایم برنده باشیم و کسی که داره این برنامه رو نگاه میکنه برنده باشه منتظر نظرات شما هستیم و حتی مهمتر از اون سوالاتی که میتونیم توی برنامه مطرح کنیم همینجوری بازی کنیم و بتونیم جوابی رو براش پیدا کنیم ممکنه تو هر خانواده یه چیزی جواب بده ولی میشه امتحان کرد به امید دیدار تا هفته آینده خدا نگهدار